تاجیکان در فلش موب عمومی آیدیمن ای حجاب اشتراک می‌ورزند. ازبکستان حکومت سیاستی کریموف را زیر تنقید قرار می‌دهد. در مصر کتاب نوبتی رحمان پیشکش کرده شد. در قسم تاجیک زبانی سامانه‌های اجتماعی روزهای گذشته آیدی دفاع از حجاب لباس اسلامی زنان فلش موب کمپانیا گسترش داده شد. رحمان شهروندان تاجیکستان کمپانیای مذکور تحت شعار بی‌طرف نباشید برگزار می‌گردد. پس از یک چند روز علاقه از صد زیاد مراجعات ویدیویی از طرف شهروندان نشر گردیده است که در آن مراجعت کنندگان دفاع از حجاب کردند که یکی از فرمانهای اساسی اسلامی حساب میکنند. السلام علیکم و همه خلق مسلمان تمام دنیا، این قانونی که باید ببراید برای برزید سطر حجاب زنکو، ما مثل مردم تاجیک در این مهاجرت راضی نیستیم. Понимаю, почему они хотят это сделать. Я горжусь тем, что я ношу хиджаб. Инчунин дар наворҳои видеои мардум аз болои режими дар Тоҷикистон буда шикоят намуда, аз қароре ки ба занони ҳиҷобпӯш ва сатрдор даромадан ба идораву муассисаҳо новобаста аз шакли моликияташон манъ мекунад, эътироз ва норозигии худро баён намуданд. یادرس میکنیم که در اولی ماهی دکبر برای کار کرده برآوردن لایحه قانونی مذکور گروهی کاری تأسیس داده شده است. سنه 14 دکبر نماینده مرکزی ملی قانونگذاری در همصحبت با رادیوی آزادی نقل نمود که بنابر قرار ماموریت رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد کمیته آید به کارهای زنان برای منع ورود زنان حجاب پوش و ستردار به اداره و مؤسسه ها نوابسته از شکل مالکیتشان گروه کاری بین خدماتی تأسیس داده شده است. من مسلم از تاجیکستان هستم. قانونی من این حجاب را رد میکنم. جالبی دقت است که در فلش موب کمپانیا روز از روز اشتراکچیان زیاد شده، اقدام مذکور وسعت میابد. اساساً نوارهای ویدیویی را جوانان سن سالشان از 20 تا 35 ساله نشر می نمایند. بنابر اعلان نمودن جنگ از طرف رژیم رحمان علیه اسلام در تاجیکستان، جوانان با اعتنا بودن خود را نمایش داده استودند. لباس‌های بیگانه در بعضی شهر نایای مملکت نیست و یک روند تشویش آور تبدیل یافته است، مخصوصاً در شهر دوشنبه. سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپوف سیاست سابق رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف را زیر تنقید قرار داد. چی طوری که سامانه سنترال ایژیان نقطه آر اطلاع می دید، تنقید کنی مذکور از جانب آریپوف زمانی معروضه کنی در کمیته زنان در رفت کنفرانس حساباتی انتخاب کنی ابراز نموده شد. سروزیر اقرار شد که حکومت ازبکستان تا به این دم به تأمین جای کار به زنان توجه اظهار نمی کرد. در زمان حکمرانی کریموف حکومت اطلاع می داد که هر سال تقریبا 1 میلیون جای کار تشکیل کرده می شد. ولی به گفته سروزیر در دوری کریموف بعضی متخصصانی کارهای مالیه یک ایالات را به 3 یا 4 ایالات تقسیم می نمودند. به 4-8 ایالات تقسیم نموده به مقداری 10-20 هزار، یعنی 1.2 دلار 1.4 دلار معاش پرداخت می نمودند. در نتیجه 8 جای کاری در روی خط پیدا می گردید. همه اش در قغاز است. نباید این طور باشد. ایلاوه نمود آریپوف. این در دنگسالر حاضر ازبکستان ده کمدن کم. دنگسالر شرایط یرتمگنمز اچین در معاشه بیگنان یوتلرده بارم اش قدر گرگنلره بو البته دولت نقطه نظردن دولت مشاهدان قید میکنند که عادتی تنقید کنی مستبدی سابق و منتظم برتریت داشتنی خود را از آن تکرار نمودن به سیرت هر یک حاکمی نو در رژیم های دیکتاتوری کشورهای آسیای مرکزی تبدیل یافته است. تمغه خویب اونو نه بالاسنه نه آتاسنه نه آنسنه. همین طور هر یک دیکتاتوری بسری قدرت آمده پیش از همه محبتی مردم را به دست می آورد و مردم را به حال خود وا میگذارد. سپس به قدرت خود دل پر شده مردم آزار میگردد. ضمناً مردم آزاری او از دیکتاتوری پیشتر هم پرزورتر میگردد. هذا الكتاب متوفر في المكتبات المصريه.
چی طوری که خدمات مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان کتاب رحمان تاجیکان در آینه تاریخ در شبکه تلویزیونی مصر سی بی سی اکسترا نیوز پیشکش کرده شد. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی کتاب تاجیکان در آینه تاریخ در شهر قاهره با زبان عربی در 4 جلد به طبع رسیده است. سنه 25 دکبری سال 2018 در برنامه صبح ایندمی شبکه تلویزیونی مصری سی بی سی اکسترا نیوز کتاب پیشوای ملت امام علی رحمان پیشکش کرده شد. کتاب مذکور به تماشابینان در وقتی همصحبت مستقیم با سفیر تاجیکستان در مصر خسرو ناظری با برنده برنامه اسما مصطفی نمایش داده شده است، گفته شده است در خبر. ده جلدی مقاله های رهبر دولت. متخصصان این حادثه غیر عادی را چنین شرح می دهند که برای نائل گشتن به خوشنودی رحمان منصبداران ایجاد کاری می نمایند. کتاب مذکور نخستین کتابی نیست که گویا آن را رحمان و یا در خصوصی او به زبان های گوناگون ترجمه شده در خارج پیشکش کرده شده است. یادرس میکنیم که تابستان سال گذشته معاون رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان عطا میرحاجی رئیس جمهور رحمان را با پیامبر عیسی علیه السلام قیاس نموده بود. چندین سال پیش از این و من گفتم مرحمت تفتیش کنید، یک مرد بسیار هم فربه غوثی هست.